سلام و عرض ارادت دارم خدمت همه هموطنان عزیزم. خیلی خوشحالم از اینکه این موقعیت رو به دست آوردم تا در قالب یکی دیگر از برنامه های اینفوگرام در خدمتتون باشم. در ابتدا و پیش از ورود به بحث اصلی ازتون خواهش میکنم که در صورت امکان بنده رو سابسکرایب بفرمایید، لایک و کامنت هم فراموش نشه و یک زنگوله هم گوشه تصویر هست، اون زنگوله رو اگر کلیک بکنید برنامه های جدیدی که تولید میشه براتون به هر حال نوتیفیکیشنش میاد و مطلع میشید که اگر دوست داشتید بتونید تماشا بکنید. خب با توجه به کامنت هایی که دریافت کرده بودم، امروز راجع به مسعود فراستی میخوام باهاتون صحبت بکنم. این فرد که میشه گفتش که زندگی پیچیده و عجیب و غریبی داشته و در طول همه این سالها میشه گفتش که این فراز و نشیب رو با خودش حمل کرده و امروزه هم در عمده فعالیت رسانه‌ای که داره با چالش‌هایی مواجه میشه و گاهی اوقات هم مخاطبین خودش رو و اطرافیان خودش رو با چالش‌هایی مواجه میکنه که این میتونه باعث جذابیت این کاراکتر پیچیده باشه. خب مسعود فراستی متولد فروردین ماه سال 1330 در شهر تهران هست، از یک خانواده خیلی معمولی و سطح متوسط به ویژه از لحاظ اقتصادی به دنیا آمد. پدر او با وجود اینکه خب خیلی شاید به لحاظ تحصیلات و از نظر آکادمیک فرد با سوادی محسوب نمی شد، اما معتقد بود که فرزندش که مسعود فراستی باشه باید در دبستان ها و دبیرستان های خوبی تحصیل بکنه و بتونه آینده درخشانی رو برای خودش رقم بزنه. به همین دلیل خب دوره دبستانش رو مسعود فراستی در دبستان تشویق پشت سر میگذاره، سپس به دبیرستان اندیشه میره که از جمله دبیرستان‌های بسیار سطح بالای اون زمان بوده. عمده افرادی که فرزندان خودشون رو در اون دبیرستان ثبت نام میکردن متعلق به طبقات مرفه و بالانشین جامعه بودن و مسعود که میشه گفت در اون سنین از یک خواستگاه دیگری آمده بوده و اون تفاوت‌ها و اون شکاف طبقاتی رو با همکلاسی‌های خودش حس می‌کرده، علارغم بهره هوشی که داشته و حالا شاید به لحاظ درسی موقعیتی رو که در کلاس داشته، ولی همواره اون کمبود رو نسبت به شاید همکلاسی‌های خودش به ویژه از منظر اقتصادی احساس می‌کرد. خب بعد از پایان دوره دبیرستانش که جالبه بهتون بگم ایشون در رشته ریاضی فیزیک هم تحصیل میکردن و بعدها عمده رشته هایی که انتخاب کردن در دانشگاه مربوط میشد به علوم انسانی. البته این اتفاق برای خود من هم افتاده بود، منم در دبیرستان ریاضی فیزیک میخوندم و بعدها در دانشگاه هر رشته انتخاب کردم به علوم انسانی ارتباط پیدا کرد. خب در دوره یک دوره زبان فرانسه رو هم در تهران طی میکنه و مدتی نزدیک به 2 سال بعد از پایان تحصیلات دبیرستانش در یک فضای فعالیت ترجمه فرانسه رو هم بر عهده داشته، تا اینکه در سن 19 سالگی تصمیم میگیره به ایتالیا بره. در ایتالیا ابتدا در یک مؤسسه سعی میکنه یک دوره زبان ایتالیایی رو طی بکنه، بعد از اینکه مقدار زبانش بهبود پیدا کرد به پروژه میره و نهایتا در دانشگاه بولونیا مشغول به تحصیل میشه. حدود 2 سال او در رشته فلسفه و نمایش تحصیل میکنه، اما تحصیلاتش در این مقطع نیمه کاره رها میشه، به فرانسه مهاجرت میکنه، در یک آکادمی به قول معروف خیلی حرفه‌ای و علمی که دانشسرای عالی ملی هنرهای زیبا نام این آکادمی بوده مشغول به تحصیل میشه. در ابتدا کارشناسی هنرهای تجسمی رو میگیره، بعد از اون به دانشگاه پاریس میره، در رشته جامعه شناسی تحصیل میکنه و لیسانس خودش رو هم در این رشته میگیره، فوق لیسانسش رو هم در رشته اقتصاد سیاسی میگذرونه. و جالب بهتون میگم عنوان پایان نامه مسعود فراستی که من اینجا یادداشت هم کردم براتون بخونم، سرمایه‌داری پیرامون در کشورهای جهان سوم بوده. خب با توجه به اون جو و جریان فکری که در دانشگاه‌های اون زمان کشورهای اروپایی حاکم بود و اون نحله‌های اندیشه‌های مارکسیستی و سوسیالیستی که به هر حال میشه گفتش که شیوع پیدا کرده بود و گسترش یافته بود بین به ویژه نسل جوان اون دوره، مسعود فراستی هم از این امر مستثنا نبوده و در همون گپ و گعده‌های دانشجویی و همون کافه‌هایی که به هر حال محل بحث و جدل‌های مختلف بوده میشه گفت فکر و اندیشه او به ویژه اندیشه سیاسی شکل میگیره و عملا به یک فعال
سیاسی چپ تبدیل میشه. خب در اسفند ماه سال 1357، یعنی در حدود یک ماه پس از پیروزی انقلاب، مسعود فراستی تصمیم میگیره که به ایران برگرده. یک خاطره ای رو خودش تعریف میکنه، میگه من زمانی که میخواستم از ایران برم یک آرشیو بسیار کاملی از مجلات اون دوره داشتم که اینها رو یک گوشه گذاشته بودم در اتاقم، و وقتی که برگشتم متوجه شدم که مادرم همه اون آرشیو رو به این دلیل که فکر میکرده مثلا حالا مثلا یه سری کاغذ پاره گوشه افتاده اینها رو دور میریزه. و خب یکی از حسرت های بزرگ زندگی مسعود فراستی از دست دادن اون آرشیو غنی نشریات زمان خودش بوده. به هر حال از سال 1969 تا سال 1979 به مدت 10 سال این هجرت آکادمیک در اصل میشه گفت برای مسعود فراستی ادامه پیدا میکنه. در اسفند ماه وقتی که وارد تهران میشه، خب با جریانات فکری متعددی که حالا بخشی از اونها منشعب از حزب توده ایران بودن هم آشنا میشه، و خب خیلی اتفاقات دیگری که رقم میخوره. در ابتدا سخنگوی حزب رنجبران میشه. البته اجازه بدید من یکم حزب رنجبران رو کامل تر براتون شرح بدم، به ویژه واسه عزیزانی که شاید اطلاعات خیلی جامعی نسبت به این موضوع نداشته باشن. خب ببینید، حزب رنجبران در ابتدا با این عنوان شناخته نمیشه. بعد از این که حزب در اسمش گفت، بعد از این که کمونیست در شوروی به رهبری خروشچف و در چین به رهبری ماو به اختلاف نظر میرسن و جریانات سوسیالیستی بین این دو نهله فکری عملا سوگیری های خاص خودشون رو پیدا میکنن، بخشی از بدنه حزب توده ایران در قالب یک سازمان انقلابی حزب توده شکل میگیره که اونها متمایل میشن به تفکرات ماو تسه‌تونگ، رهبر کمونیست در چین. خب البته خب ماو چندین ماه قبل‌تر از انقلاب از دنیا میره و خب شرایط متفاوت بوده، ولی میشه گفت این حزب در اصل جریان انقلابی حزب توده ایران و سازمان انقلابی حزب توده ایران نزدیک میشه به موازین فکری ماو، و به همین دلیل انشعاب پیدا میکنه از حزب توده. خب اینها قبل از اینکه وارد فضای انقلاب بشیم، یعنی قبل از اینکه انقلاب به پیروزی برسه و اینها در قالب حزب رنجبران بخوان فعالیتشون رو ادامه بدن، با نفوذ بر کارگرانی که در منطقه جنوب ایران در حواشی خلیج فارس فعالیت میکردن و همینطور اقدامات مسلحانه که در گوشه و کنار شهرهای مرزی انجام میدادن، این ایجاد ناامنی که داشتن، سعی میکنن که وارد فاز مسلحانه بشن علیه حکومت شاهنشاهی. بعد از اینکه انقلاب پیروز میشه، در ابتدا همراه انقلاب میشن و حتی زمانی که آقای مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت انتخاب میشه، به شدت از مهندس بازرگان حمایت میکنن و دولت ایشون رو دولتی ضد امپریالیستی میدونن، و حتی این مسئله باعث میشه که در رأی گیری فروردین سال 1358 که به هر حال رأی گیری خاصی هم بود، رأی آری و نه به جمهوری اسلامی بود، اونها رأی آری بدن. اما رفته رفته بعد از اینکه به تنش‌های سیاسی درون حاکمیتی شکل میگیره، یعنی به هر حال بعد از این مدتی نگاه‌هایی و سویه‌هایی پیدا میشه که با افکار و عقاید مهندس بازرگان منافات داشته، آقای بهشتی و یارانشون که میشه گفتش که حزب جمهوری اسلامی رو ایجاد کردن، در یک سوی میدان بودن، ملی مذهبی ها در سوی دیگری بودن، در این میان سازمان مجاهدین خلق هم سعی میکرد میانداری بکنه. و حالا ببخشید من این فقط روشن کنم، اونها هم تفکرات و اندیشه های خودشون رو میخواستن بیان بکنن. و حالا شما تصور بکنید در یک همچین فضای متشنج عجیب و غریبی، بعد از این که حزب جمهوری عملاً تونست فائق بیاد بر ملی مذهبی ها، به ویژه تیم دکتر مهندس بازرگان، یک مقدار حزب رنجبرانی که حالا از دسامبر سال 1979 تشکیل شده بود و با این عنوان شناخته می شد،
زاویه گرفته بود با اون قرائتی که حزب جمهوری اسلامی داشت، و با توجه به اینکه حزب جمهوری اسلامی بسیار نزدیک بود به بیت بنیانگذار انقلاب، طبیعتا تأثیر و تأثیرات زیادی رو داشتن و حرفشون یه جورایی خریدار داشت در فضای سیاسی کشور. خب میشه گفت حزب رنجبران که آقای فراستی در اون دوره سخنگوی این حزب، به عنوان سخنگوی این حزب برگزیده شدن و در عمده میتینگ ها، جلسات و بیانیه ها و مانیفست هایی که صادر میکردن نقش پررنگی رو ایفا میکردن آقای فراستی، تقابل های کلامی عملا بین رنجبران و بخش های از بدنه حاکمیت شکل گرفت. اما بعد از اینکه آقای بنی صدر به عنوان کاندیدای اصلی و رسمی ریاست جمهوری انتخاب شدن، سازمان رنجبران با وجود اینکه یک سازمان کمونیستی محسوب میشد، به یک نهله فکری چپگرایانه در عرصه سیاسی ایران داشت، پشت آقای بنی صدر ایستادن، از ایشون حمایت کردن به شدت. و خب البته بخش های دیگری از بدنه جامعه ایران هم به واسطه تصوری که از نزدیکی آقای بنی صدر و بیت آقای خمینی داشتن به ایشون رأی دادن و ایشون با رأی غالب 11 میلیون و خورده تونستن ریاست جمهوری رو در اواخر سال 58 بر عهده بگیرن. حتی کار به جایی رسیده بود که تعدادی از اعضای حزب رنجبران در خود دولت، یعنی در فضای دولت آقای بنی صدر هم رسوخ کردن، حضور داشتن، حالا فعالیت‌های آشکار و پنهان، همکاری‌های مستمری داشتن و خب یک نشریه هم داشتن، یک روزنامه هم به اسم روزنامه رنجبر داشتن که موازین فکری و مبانیشون رو تشریح میکردن از طریق این روزنامه. اما بعد از ماجرای عزل بنی صدر و اتفاقاتی که در خرداد 60 افتاد و خب عملا حزب جمهوری تونست غلبه بکنه بر همه جریان‌هایی که در حاشیه فضای سیاسی ایران امکان تنفس کردن و فعالیت داشتن، یک نگرانی گسترده ایجاد شد که با از بین رفتن اون تشتت آراد در رأس نظام ممکنه که فضای برای ایجاد یک دیکتاتوری و استبداد باز بشه. خب اگه بنا باشه یک حزب وجود داشته باشه و اهالی همون حزب بخوان قدرت رو به دست بگیرن و ما بقیه احزاب و جناح‌ها به حاشیه رونده بشن یا حتی سرکوب بشن، این تصور وجود داشت که ممکنه انقلاب به بیراهه کشیده بشه. به همین دلیل خیلی به واکنش راحتی رو از جانب سایر احزاب سیاسی ما شاهد نبودیم. به محض اینکه بنی صدر رو عزل کردن، قوای میشه گفتش که اسلحه به دست سازمان مجاهدین خلق وارد عرصه شدن، از طرفی طرفداران و حامیان بنی صدر وارد شدن، در سوی مقابل طرفداران حزب جمهوری اسلامی و حالا انقلابیونی که شاید مخالف بنی صدر بودن از اون ور میدون اومدن. یعنی عملا تهران پایتخت و برخی از شهرها میدان یک جنگ داخلی شده بود. حزب رنجبران دو پاره شد. تعدادی از این افراد تفکرشون این بود که آقا از این مرحله به بعد دیگه باید وارد فاز فعالیت‌های مسلحانه شد علیه حکومت، و به همین دلیل کادرهایی رو تشکیل دادن به ویژه در منطقه کردستان و جاهای دیگه و شروع کردن فعالیت‌های سلبی خودشون رو علیه حکومت. از طرف دیگه گروه دیگری بودن که اینها معتقد بودن که همان گونه که انقلاب به واسطه حضور و تجمع توده‌ها شکل گرفت، برای اعتراض و حتی اسقاط ساختار فعلی هم ما باید از کمک توده‌ها استفاده بکنیم. ولی خب با توجه به اینکه به هر حال فضای جامعه ایران یک فضای سنتی و تا حدود زیادی مذهبی بود و بیشتر روشن فکران اون جامعه بودن که شاید تفکرات چپ داشتن یا تحت تأثیر این تفکرات بودن، حتی در گذشته، یعنی در اوایل دهه 50 وقتی که آقای شریعتی در حسینی ارشاد مباحثی رو مطرح کرد، هرچند که در یک مقطعی ایشون تحت پیگرد ساواک قرار گرفتن، ولی عملا از یک دوره ساواک از منویات ایشون بهره برداری میکرد. چرا که میگفتش که حداقلش اینه که گفته های شریعتی باعث میشه جوونهایی که به سمت کمونیسم، مارکسیسم و حالا تفکرات این چنینی رفتن یه مقدار برگردن و اون گرایش مذهبیشون رو حفظ بکنن و در آغوش حزب توده و به هر حال کمونیسم جهانی قرار نگیرن.
حالا میرسیم به مقطعی که خب یه تعداد زیادی از اعضای حزب رنجبران تیربارون شدن، اعدام شدن، تعدادشون در همین جنگ‌های داخلی کشته شدن و عملا میشه گفتش که ساختار حزب رنجبران از بین رفت و از هم پاشید. تعدادی از افرادی که متعلق به این اندیشه بودن مثل آقای مسعود فراستی هم که به هر حال نقش مؤثر رو تعیین کننده ای رو هم در حزب داشتن، ایشون رو زندانی کرد. ایشون به اتفاق گروه‌های سیاسی دیگری به زندان افتادن و حکم اعدام هم براشون صادر شد. در حدود 3 سال زیر حکم اعدام بودن که به هر حال قاعدتا اتفاق بسیار تلخیه برای هر فردی، یعنی شما در هر شرایطی باشی با هر اعتقاد و عقیده‌ای باشی، شما رو تصور کن که شما رو دستگیر کنن، حکم اعدام برات صادر کنن و ندونی که حالا دقیقا این حکم هم قراره که اجرا بشه، یعنی هر روز شما داری میمیری و زنده میشی و انگار انتظار میکشی. میخوام اینو دارم به این دلیل تشریح میکنم که بگم آنچه که امروز ما از مسعود فراستی میشناسیم، اون اندیشه ها، اون ادبیات، اون بیانات، اون شخصیتی که ما از اون میبینیم، اون سردی و زمختی و گاهی تنش‌هایی که در کلام او و در بیان او هست، اینها به واسطه یک پیشینه و تجربیات تلخ و شیرینی که از گذشته با خودش حمل کرده. به هر حال ایشون در این دوره 3 ساله به گفته خودش شروع میکنه به مطالعه کردن، منویات و افکار اندیشمندان مختلف رو میخونه. ظاهرا همه وقتش رو در این دوران صرف مطالعه میکنه و خب تأثیر این مطالعه رو البته در سالهای بعد، به ویژه زمانی که وارد عرصه رسانه شد و بحث زندانشون به پایان رسید، کاملا میتونیم به وضوح ببینیم. از یک مقطعی، البته از یک مقطع زمانی در حسینیه زندان اوین، یه سری مباحث خاص ایدئولوژیکی مطرح میشه و عده‌ای میان با همدیگه مناظره میکنن که تعداد زیادی از زندانیان اون موقع هم حاضر بودن و به هر حال میدیدن و میشنیدن این مناظرات رو. از جمله مناظره ها مناظره آقای کیانوری بود که به هر حال دبیر کل حزب توده ایران بودن در دوره و ایشون نواده آیت الله شیخ فضل الله نوری بودن. اینم جالبه که فردی مثل شیخ فضل الله نوری که در دوره مشروطیت اینقدر حساسیت به خرج میداد که آقا مشروطیت بدون مشروعیتی که از مذهب گرفته شده معنا و مفهومی نداره، فرزندشون، یکی دو تا از فرزندانشون و همینطور نوه ایشون آقای کیانوری عملا اصلا بی خدا شده بودن، یعنی افکار عقایدشون اصلا در صد میشه گفتش که 180 درجه با پدر بزرگ منافات داشت و اینجاست که باید گفت کسی که فرزندان خودش و نوادگان خودش رو نتونسته اونگونه که میخواد تربیت بکنه، چگونه میخواد رو جامعه این تأثیر رو داشته باشه. کاری نداریم. آقای کیانوری اونجا با آقای فراستی و حالا دوستان دیگه ای که بعضیاشون جدا شده بودن از حزب توده و به نوعی وارد فازی شده بودن که اونها رو دیگه تواب خطاب میکردن، مناظراتی میکنن و خب در همه این مناظره ها مسعود فراستی در بیان خودش و در عمل خودش نشون میده که عقب نشینی کرده از مواضع قبلی خودش و کاملا وارد یک فاز و فضای دیگه شده، تقید خودش رو به اسلام و خدا اثبات میکنه از قول آقایون. و خب در سال 67 و اون ماجراهایی که همه ازش اطلاع داریم، ایشون هم جز اون توابی هستن که نهایتاً از زندان آزاد میشن و بعد از آزادی از زندان فعالیتشون رو در حوزه هنری به نوعی آغاز میکنن با مرحوم آوینی، که خب مرحوم آوینی یک ماجرای خاص خودش رو داره. ایشون هم از فعالین چپگرای دوران قبل از انقلاب بودن که بعد تحت تاثیر جریانات انقلاب قرار میگیرن، به شدت آدم مذهبی میشن و پناه میبرن به میشه گفتش که عقاید و نظراتی که رهبران انقلاب ایران صادر میکردن. قطعا حضور ایشون در جهاد و بخش جهاد صدا و سیما، تولید برنامه روایت فتح و اون حال صدای خاص و اون تم خاصی که ایشون در دوران جنگ دنبال میکردن رو همه بیاد دارن. البته خود آقای آوینی هم در برهه‌ای از زمان مطرود میشن، کنار گذاشته میشن و توی اون دوره میشه گفت فراستی و آوینی به پست هم میخورن به شکلی.
که به هر حال مجله سوره تولید می شده، به عقاید و افکار هیچکاک و جان فورد مورد نقد و بررسی قرار می گیره، آثارشون سینماشون رو بررسی می کنن. در همین دوران هستش که مسعود فراستی مقالاتی رو می نویسه در ارتباط با هیچکاک و همینطور در ارتباط با جان فورد، که من حالا فکر می کنم که کتاب همیشه استاد که از جانب ایشون منتشر شده که به مجموع مقالاتشون در ارتباط با هیچکاک ارتباط پیدا میکنه جزو کتب معتبر ایشون هست، و کارناوال فلینی و همینطور اسطوره سینمای جان فورد، اینها مجموع آثاری هستش که به هر حال توی دوره همکاری شکل میگیره. خب مسعود فراستی یک آدم ساکت و در یک فضای که حالا تازه به آرامش رسیده، یعنی اون فضای مضطرب دوران گذشته رو طی کرده و حالا داره به یک سکون آرامشی میرسه. از طرف دیگه مرتضی آوینی بسیار آدم حامی هست، یعنی ما فارغ از ایدئولوژی ایشون، تصورات و افکار ایشون، تیمش رو حمایت میکرد و به همین دلیل بعد از اینکه خبر فوت ایشون، خبر به هر حال میدونید که ایشون روی مین رفتن و در یک منطقه برای شناسایی اجساد شهدای جنگ ایران و عراق حضور داشتن که خب روی مین قرار میگیرن و متاسفانه جون خودشون رو به این شکل از دست میدن. خیلی ها معتقدن اون آنچه که از آوینی، که حالا عنوان شهید اهل قلم هم بهش داده شده، آنچه که از آوینی باقی مونده و برخی از جناها دارن او رو مصادره میکنن، آوینی اون آدم نیست و یک آدمی با تفکر بسیار بازتر، کسی که اولین فردیه که بیانیه آیت الله خمینی در نجف رو به دست فرهاد مهراد میرسونه، یعنی میخوام بهتون بگم آدمیه که در فضاهایی مثل کافه های روشنفکری، کاباره های اون زمان، افراد تاثیرگذاری که حالا تو حوزه‌های مختلف فعالیت داشتن باشون هشت و نشت داشتن، دانشگاه رفته بوده، فضای آکادمیک رو چشیده بوده و یه آدم بی سر و پایی که حالا مثلا قاطی یه جمعی شده باشه و جو گرفته باشتش نبوده. هرچند که ما میتونیم عقایدشون رو به بوته نقد ببریم و نقدش بکنیم، حالا بحث آوینی رو بذاریم کنار. مسعود فراستی از این دوره به بعد به هر حال یه مقدار سعی میکنه تمرکز خودش رو روی نقدهای سینمایی بگذاره. از همون سال 67 وقتی که آقای حاتمی کیا اولین فیلم‌های خودش رو میسازه، مسعود فراستی شروع به نقد آثار حاتمی کیا میکنه، به شدت حاتمی کیا رو تایید میکنه و سینمای حاتمی کیا رو هرچند معتقد بوده به لحاظ تکنیک خیلی ساده و ابتدایی هست، اما اون روحی که در آثار حاتمی کیا بوده، به ویژه فیلم‌های جنگی که در اواخر دهه 60 آقای حاتمی کیا می‌ساخت، مثل دیدبان و فیلم‌های دیگری که قطعاً خیلی دیدن، دنبال کردن و شاید حتی نقدهاش هم خونده باشن، مثل مهاجر که به هر حال میگم فیلم‌هایی بود که خیلی ساده بود و بسیار صمیمانه ساخته شده بود. یعنی شما وقتی این فیلم رو می‌دیدید، با توجه به اینکه زمان زیادی از جنگ نگذشته بود، از پایان جنگ نگذشته بود، شما اون فضا رو درک می‌کردید، با اون شخصیت‌ها همزادپنداری می‌کردید و واقعاً خودتون رو در یک فضای جنگی تصور می‌کردید. حالا جالبه بهتون بگم که حتی بعد از اینکه جنگ شروع شد، یعنی قبل از ماجرای عزل بنی صدر و در شروع جنگ، حتی تعداد زیادی از اعضای همین حزب رنجبران در جنگ هم حضور پیدا کردن برای دفاع از ایران، چرا که اونها حمله صدام حسین رو حمله امپریالیسم میدونستن و به نوعی میخواستن در مقابله با این حجمه حضور خودشون رو اثبات بکنن. به همین دلیل، یعنی حتی اگر بپذیریم مسعود فراستی همچنان بخش‌هایی از عقیده خودش رو به این جریان فکری، به این حزب و به این ساختار حفظ کرده بوده، براش خیلی جذاب بود این حماسه سرایی که در سینما ایران صورت گرفته بود توسط حاتمی کیا رو مورد حمایت خودش قرار میداد و البته همواره در مقالاتی که اون زمان مینوشت اشاره میکرد که حواست باشه که از این صمیمیت و از این سادگی در سینما فاصله نگیری. که بعدها بعد از این که فیلم کرخ تار راین ساخته شد، خب یه نقد پررنگی رو نسبت به حاتمی کیا داشت و اونجا بود که گفت تو داری کم کم
از اون تفکر اصیل و ابتدایی خودت دور میشی و بعدها هم حالا در مقاطعی بویژه در مثلا 7-8 سال اخیر بعد از اینکه فیلم چمران رو فیلم چر رو ساخت که به شدت چر رو مورد نقد خودش قرار داد و البته اینو میخوام بگم ریاستش در کانون منتقدین سینمای ایران فعالیتایی که در نقد سینما داشت نشریاتی که سردبیریش رو بر عهده گرفته بود بعدها ورودش به تلویزیون و خب به ویژه از سال 87 فکر میکنم با روی کار اومدن برنامه 7 به عنوان یک برنامه تخصصی سینما که به صورت زنده اون زمان پخش میشد از شبکه 3 با سردبیری و اجرای آقای جیرانی که فراستی رو به عنوان یک منتقد ثابت در برنامهش داشت باعث شد که ایشون خیلی بیشتر شناخته بشه چون عمده نقدهای فراستی نقدهای منفی به آثار بود خیلی رک و صریح نقدش رو بیان میکرد و به نوعی مخاطب رو درگیر یک کنش و واکنش هایی میکرد که برای اولین بار بود در سینما ایران و در فضای رسانه ایران داشت دنبال میکرد و به همین دلیل برای مخاطب خیلی جذاب بود ضمن اینکه به هر حال نگاه ایشون طرفدارانی هم پیدا کرده بود و همچنان هم این طرفداران پررنگتر و بیشتر داشتن به عقاید ایشون ایمان می آوردن. کار به جایی رسیده بود که مثلا خیلی از سینماگرها که حتی مخالف فراستی بودن بعد از اینکه میدیدن در برنامه فراستی داره نقد مثبت میکنه آثارشون رو ذوق زده میشدن و ذوق زدگیشون رو بیان میکردن تا اینکه به هر حال این فرایند ادامه پیدا کرد در دوران روی کار آمدن دولت آقای روحانی آقای فراستی از دولت روحانی حمایت کرد با همون نگاه ملی گرایانه ناسیونالیستی ضد امپریالیستی اینجوری بگم که نمیدونم اینجوری چه ملغمه ایه و واقعا این تفکر کجاش به چیش به چیش میخوره و حتی در سال فکر میکنم 94 یا 95 اگر اشتباه نکنم زمانی که آقای ظریف در یک سفری به سر می‌بردن در شرق آسیا خود آقای فراستی شب عید با آقای ظریف مصاحبه رو ترتیب دادن و اون مصاحبه از تلویزیون پخش شد و معمولا هم به ویژه در سالهای ابتدایی دولت آقای روحانی و زمانی که حالا برجام به نتیجه رسیده بود فراستی خیلی حمایت می‌کرد در گفته‌های خودش در نطق‌های خودش همواره حمایت میکرد و ولی بعدها هم بعد از اینکه به هر حال اتفاقات نامیمون مبارکی افتاد و شرایط اقتصادی و معیشتی مقدار با مشکلاتی مواجه شد هم نقدهای خودش رو داشت به سیستم یعنی ولی اگر ما بخوایم بگیم که آقای فراستی بین اصولگرایان و اصلاح طلبان کدام گروه رو ترجیح میده که در رأس قدرت باشن فکر میکنم همچنان عقیدهشون این باشه که اصلاح طلبها علارغم اینکه شاید این شایستگی رو نداشته باشن ولی نسبت به اصولگراها شاید قوه برتر باشن چون تحصیل کرده تر هستن دنیا دیده تر هستن تجربه سیاست ورزی در دوران بعد از انقلاب رو بیشتر دارن و خب نگاه ایشونه حالا میگم موافق و مخالف من کاری به این حرفا ندارم چون صرفا هدف ما تشریح عقاید و نظرات و زندگی آقای فراستی هست تا اینکه حدود 2-3 سال قبل در یکی از برنامه‌های تلویزیونی در شبکه شما حضور پیدا کرد و این اولین باری بود که میشه گفتش که یک حمیتی به طرفداری از ایشون شکل گرفت یعنی بعد از اینکه ایشون در برنامه آقای زلیپور حضور پیدا کردن آقای آرش زلیپور و آقای آرش زلیپور که سالها شاید بالغ بر 30 سال از ایشون جوان‌تر بود با یک لحن بسیار بدی مهمان برنامهش که آقای فراستی بود رو مورد خطاب قرار داد و حتی بحث رو وارد مباحث خصوصی زندگیشون کرد که مثلا ایشون همسرشون خیلی ازشون کوچیک‌تره یا ایشون همسر دوم گرفته و اتفاقاتی از این دست که بسیار لوس و میشه گفتش که خارج از قاعده بود برای یک برنامه ساز و برای یک برنامه تلویزیونی شما اگر نقدی نسبت به تفکرات آقای فراستی دارید نگاه ایشون به سینما به آثار سینمایی رو نمیپسندید نگاهش رو نقد کن اینکه همسر ایشون چند سال ازشون بزرگتر یا کوچیکتره یا همسر چندمشونه یا ایشون مثلا زندگی خصوصیشون رو چگونه اداره میکنن این دیگه به من و شما ارتباطی پیدا نمیکنه شما میتونید نگاه ایشون رو نقد کنه همونطور که فراستی نگاه فیلمسازان و آثارشون رو نقد میکنه
و البته خب منتقدینی هم داره، چون فکر معتقدن که این بیانات و این مدل نقد با این الفاظی که به کار برده میشه شاید به نوعی اون کارکردی که باید رو نداشته باشه. یعنی وقتی که شما یک فردی رو نقد میکنی و به گونه ای نقدش میکنی که او رو بیش از این که آگاه بکنی عصبانی میکنی، خب طبیعتاً تأثیری نخواهی داشت. خب این مسئله باعث شد که بسیاری از مردم به ویژه در فضای مجازی علیه اون مجری موضع‌گیری بکنن. خب مجری که البته مدتی هم ممنوع فعالیت شد و فراستی مجدد وارد عرصه نقد تصویری شد و در تیم جدیدی که در برنامه هفت آمدن، میز نقد رو اصولا مدیریت میز نقد رو با آقای فراستی سپردن و همچنان هم فکر میکنم ایشون داره به فعالیتش ادامه میده. البته توی این میون دوره های آموزشی نقد فیلم رو هم برگزار کرده، کافه رو هم داره که حالا مدتی در تهران بود، مدتی هم میدونم که ایشون در فکر میکنم شهر کرج اگر اشتباه نکنم کافه رو اداره میکردن و به قول خودشون و به گفته خودشون هم معتقد بودن که قهوه هاشون نامبر وان هست و رقیب نداره. ضمن اینکه البته جالب این نکته رو بگم، ایشون کنسرت موسی و شعبان پرواز همایون رو هم دیده بود که به اتفاق سلیمان واثقی آقای سولی عزیز در کانادا اجرا کرده بودن سالیان قبل و چقدر نقد مثبتی نسبت به اون کنسرت داشت، چون اون یک حالت کنسرت نمایش بود. آقای سولی در قامت موسی روی صحنه قرار گرفته بودن با اون صدای پخته، با اون صدای گیرا، و آقای پرواز همایون نقش چوپان رو داشتن، شبان رو داشتن، و اینها با همدیگه یک بدبستون‌هایی داشتن، بدبستون‌های آوازی داشتن که بهتون پیشنهاد میکنم حتما سرچ کنید و ببینید این رو. و فراستی در همون کافه خودش که پرواز همایون اومده بود به شدت تایید کرد و اون فرم رو، یک فرم به قول خودش درآمده و فرمی که تونسته شاخصه های هنری و محتوایی رو هم حفظ بکنه عنوان کرد، ضمن اینکه از پختگی صدای سولی و اون وقاری که روی صحنه داشت هم خیلی تعریف کرد. مجموعه اینها مسعود فراستی رو در همه این سالها ساخته. من همه تلاشم این بود که بتونم جامع ترین روایت ممکن رو از مسعود فراستی خدمت شما عزیزان ارائه بکنم در این مدت حالا اندکی که این فرصتی که داشتم. حتما من رو از نقد و نظراتتون آگاه بکنید، امیدوارم خوشتون بیاد. اگر خوشتون اومد حتما برای دوستانتون هم بفرستین، بیاید با هم دیگه کمک بکنیم یکم کانال جون بگیره. همونطور که تا امروز این اتفاق افتاده از تک تکتونم تشکر میکنم. مصاحبه هارم خیالتون راحت باشه، در سال جدید حتما با مصاحبه های جدید خدمتتون خواهم بود. به امید دیدار تک تکتون خیلی خوشحال شدم منم که اینقدر صحبت کردم، این مقدار دیگه سخت برام ادامه دادن. باهاتون خداحافظی میکنم و امیدوارم که سالم و شاد و سرحال باشید.